در این قسمت برنامه به لس آنجلس میریم. گالری سیحون 12 اثر از آخرین نقاشی های ونشا رودبارکی رو به مدت 2 هفته به نمایش گذاشته. همکارم آرش ما رو به اونجا میبره. من متولد رشت هستم و اهل گیلان. خیلی علاقمند هستم به بارانی که اونجا میاد و موضوع باران و این بارندگی برای من اهمیت خیلی خیلی زیادی داره، چون همیشه فکر میکردم که وقتی باران میباره روح‌ها شسته میشن، درون انسان‌ها شسته میشن و من اون رو یه جوری انتقال دادم به این ست تابلو. این باران شمالی که ازش صحبت میکنم همون باران شمالی هستش که تمام دوران کودکی من درش گذشت. 52 نمایشگاه ونشا رودبارکی، هنرمند ایرانی ساکن فرانسه، شامل 12 تابلوی آکریلیک روی بوم است که در گالری سیحون شهر لس آنجلس به معرض نمایش گذاشته شد. نقاشی در واقع امروز برای من یک لازمه است. یعنی دیگه من نمیتونم بدون نقاشی کردن زندگی کنم و خیلی هم فکر نمی کنم به این که چه چیز رو من الان میخوام بگم، ولی در این حالم بله چه چیز رو من میخوام بگم، برای که نقشه یک زبانه، مثل هنرهای دیگه، مثل اینکه موسیقی یک زبانه، زبانی هستن که از من صحبت میکنن، از درون من صحبت میکنن، از اون درونی که خودم شاید نمیدونم. ونشا رودبارکی در ایران در رشته ریاضیات تحصیل کرده و به دلیل اهمیتی که فلسفه ریاضیات برایش داشت 21 سال پیش برای ادامه تحصیل در همین رشته به فرانسه رفت، ولی رویارویی با شرایط متفاوت فرهنگی و هنری آنجا باعث شد که قدم در عرصه هنر گذارد و مدت زیادی را صرف مطالعه و آشنایی با نقاشان بزرگ فرانسه و آثارشان کند و خود به طور جدی کار نقاشی را دنبال نماید. کم کم شروع کردم به نمایشگاه گذاشتن. سری اول کاری که به نمایشگاه گذاشته بودم همشون، یعنی به مدت 6 سال من برهنه‌هایی از زنای حامله می‌کشیدم. این کار خیلی مورد توجه این یک بعضی از منتقدین قرار گرفت و شروع کردن مقاله نوشتن، چیز نوشتن. البته اونها انتقاد میکردن و ایراداتی میگرفتن و نظراتشون رو به من میگفتن. به مرور زمان هرچه تجربه بیشتر میشه و هرچه اون داده ها بیشتر میشه و چیز جدیدی آدم از جامعه میبینه یا به هر حال یاد میگیره، اینها همه اثر میذاره، تاثیرگذار هست بر روی کار آدم، بر روی رنگ ها، بر روی نوع کار، همه اینا. او به نقش رنگ در آثارش اشاره میکند و میگوید حضور رنگ برای من خیلی مهمه توی تابلوهام. خیلی روش مطالعه میکنم، رو ترکیبشون، رو تضادشون، روی سردی گرمیشون و یه سری، یعنی یک مطالعه قابل توجهی در مورد رنگ انجام میدم قبل از اینکه تابلو رو شروع به کار بکنم. اول رنگاشو انتخاب میکنم، رنگاشو میسازم، میذارم کنار و بعد تابلو رو اجرا میکنم و این رنگ ها بنا به بعضی از سال‌ها میتونه متفاوت بشه. از سال 2004 من شروع کردم به نقاشی کردن کوه دماوند که برای من خیلی مهم بود، خیلی اهمیت داشت، چون نماد در واقع پایداری مردم ایران هست. این نقاشی‌ها به طور اکثریتشون به طور فیگوراتیو بود، یعنی ما شکل کوه رو می‌دیدیم. خورده خورده به این شکل در اومد، یعنی در این تابلو دماوند رو از دور شاید بتونه آدم یه جورایی حس بکنه، حضور دماوند رو. زبان هنر یک زبان بین‌المللیه، زبانی هستش که خیلی سریع عمل میکنه، به خصوص در زمینه هنرهای تجسمی. وقتی شما این حربه رو در دست خودتون دادید خیلی چیزا میتونید بگید. یک کسی که میاد میگه که من هنرمند یک مملکتی هستم و تیتر اون مملکت رو با خودش حمل میکنه، خیلی باید احتیاط کنه، خیلی باید توجه بکنه، برای که مسئولیت بسیار سنگین رو به عهده داره. بنابراین باید توجه کرد. ما وظیفه داریم که ارزش‌های خودمون رو، مملکت خودمون رو، تاریخ خودمون رو، هویت خودمون رو حفظ کنیم. من این وظیفه رو میبینم در خودم. در غرب خیلی چیزا هستش که از نقطه نظر من قابل پذیرفتن نیست، من نمیپذیرم. برای اینکه من اومدم و یک چیزایی رو در غرب که خوب بودن دریافت کردم، دلیل نمیشه که حالا من برم ارزش‌های خودم رو زیر پا بذارم. نه، اون زمانی خوب هستش که من یا من نوعی، یک کسی که ادعای داره، ادعای حالا هنرمندی هرچی، بخواد خودش رو پرورش بده و تکامل پیدا بکنه و ارزش‌های خوب خودش رو هم نگه داره و حفظ کنه.
او چندین سال است که با ادغام آموخته‌هایش در ریاضی و تجربه‌اش در نقاشی برای متدی با نام نقطه دید و متغیرها در نقاشی کار می‌کند و مقاله‌هایی که در این زمینه منتشر کرده مورد توجه مسئولین فرهنگی فرانسه نیز قرار گرفته است. این موضوع خیلی مورد توجه مسئولین فرهنگی فرانسه قرار گرفت و من الان یک قرارداد امضا کردم با موزه ایسیل مولینو اونجا که در حاشیه پاریس هست و از 2 ماه دیگه به مدت 1 سال یک آتلیه رو در اختیار من گذاشتم در داخل موزه که این متد جدید رو درش آموزش بدیم. گزارش آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.